هر کس در سخنان رواج دهندگان این شعار دقت کند، به این حقیقت خواهد رسید که منظور از این مذهب که با نام وهابیت معرفی می شود، مذهبی جز مذهب اهل سنت نیست. امشب را از آقای دکتر درخواست کردیم که راجع به مباحث تبلیغی بحث شیعه و سنی و بحث عامه و بحث وهابیت یه مقداری صحبت بکنیم. ببینید تصفان اهل تصنن در این مسئله با وهابیت یکی هستند. اینا به گونه این که از جلسات و سخنان آنان به خوبی این فکرشون نمایان است. چی بود مدرک چی؟ رشته تحصیلی رشته حدیث هست، حدیث شناسی بر اساس مبانی اهل تسنن و وهابیت، بر اساس مبانی اهل تسنن و وهابیت. در برخوردمون با اهل سنت یا با یک وهابی، با اهل سنت یا با یک وهابی، نهایت ادب را که نشانگر تربیت ما در مکتب اهل بیت باید نشان بدیم. بعدم من البته به این کتاب شیعه نشدم، ولی فهمیدم بطلان اعتقادات وهابی ها و سنی ها ارتباطش اینجاست که اگر کسی توحیدش رو از معصوم نگیره به انحراف کشیده میشه، میشه سنی، میشه وهابی، به انحراف کشیده میشه، میشه سنی، میشه وهابی. ممکنه یه نفر سنی زده حرف، ولی سنی شده نمیشه اصلا. ممکنه یه نفر وهابی زده حرف، ولی وهابی شده که میاد بعدم به امام علی به عنوان، ما میگفتیم علی به انگشت عمر نمیرسه. یک نفر شیعه امام علی شناخته ممکنه این حرف میزنه؟ یک نفر که عمر شناخته ممکنه عمر به عنوان یک شخصیت مقدس میدونه؟ اگر اینها نبودن چیزی به نام دین، چیزی به نام دین اسلام برادر خواهر من امروز وجود نداشت. دین میشد دین وهابیت، دین میشد اون دینی که دیگه صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابو هریره میگن، دین میشد دین وهابیت، دین میشد اون دینی که دیگه صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابو هریره میگن. حالا توحید وهابی رو که از غیر معصوم لا اله الا الله شو گرفته، براتون یه مقداری از اعتقادات توحیدشون براتون این میگن. این توحید سنیه، این توحید وهابیه، این توحید سنیه، این توحید وهابیه. به آخوند شیعه آدم توهین بکنه به خاطر این که سنی، بعدش میاد بر پدر و مادر هرچی سنی لعنه. ما بعدم متوجه شدیم که واقعا مذهب سنی و مذهب وهابی از یک لحاظ یک پدیده عموی هست، پدیده آسمانی نیست، یک چیزی که یک جرایانی که بعد از انقلاب یا بعد از شورشیان سقیفه واقعا این جرایان اومده و یک مذهب هیچ ارتباطی به خدا و هیچ رنگ خدایی نداره، بلکه رنگ عمری و رنگ بکری و رنگ یزیدی داشته. تا زندم میگم هر چی سنی حرومزادن. من اینجا مطرح کردم، نگفتم اهل تسنن، هرچی من معتقدم اهل تسنن به امام علی ظلم کرده، ولی اینجا گفتم تو جلسه وهابیت به امام علی ظلم کرده. یعنی این اصلا ناراحت گفتم اصلا من اگر واقعا واقعا یک مسئله هم خیلی مهمه، من افتخار میکنم، من واقعا نه فقط اگر بابی اصلا نبودم افتخار نمیکنم، حتی اگر سنی بودم برای من تسنن و وهابیت افتخار نیست، حتی اگر سنی بودم برای من تسنن و وهابیت افتخار نیست، برای من تسنن و وهابیت افتخار نیست. حتی از این سخنان فراتر رفته و علنا خطر اهل سنت را بالاتر از خطر وهابیت برشمرده اند، تا این گونه اثبات کنند که منظور اساسی آنان از این جلسات و سخنرانی ها چیزی جز توهین به عقاید اهل سنت نیست و نخواهد بود. حالا اون چیزی که خیلی مهم میشود من در جلسه آینده مفصل در این زمینه بحث بکنیم، عبارت از بعضی از نظریه پردازانی که یا مرغوب غرب یا مرغوب بعضی از تشکیلات اهل سنت قرار گرفتن، با اونها نشسته برخاست داشتن، حالت سنی زدگی پیدا کردن، در بعضی از روزنامه ها، مجلات، غیره مطالبی مطرح می کنن. به نظر من خطر اینها به مراتب از خطر وهابیت بیشتر، خطر اینها به مراتب از خطر وهابیت بیشتر. حالا هر جو دلت میخواد بخون مشکلی نیست، وقت نکردی جدا بگو،
با هم هم خوندی دلت چرکین نباشه که، چون بعضی وقتی مکه میرن سنی زده میشن و برمیگردن. خیلی ببینی خودتو نگردن، خودتو حفظ. وقتی یک آقای رسمن میاد تو مصاحبهش اعلام میکند که ما باید به فکر تثبیت مشروعیت خلافت شیخین باشیم، خلافت منصوص علی به وحدت میان شیعه و سنی ضربه میزند، این بالاترین خطره. وقتی میاد میگه پناه میبریم به خدای عالم، شیطان با بعضیا چی کار میکنه؟ و من قاطعانه میگم و کان عاقبت الذین اساءوا ان تستروا با آیات الله. در روایاتی که علی پیغمبر درباره علی آورده بود ابهام داشت. آقای عمر هم گفت ابهام داره. اگر این هست که بس من وساطمون رو جمع کنیم، چی ما داریم این همه بحث و تشکیلات داریم؟ بعضی از مطالب رو در داخل کشور، در داخل بعضی از مجلاتی که با بیت المال و با سهم امام علیه السلام اینها چاپ و منتشر میشه، اینها فاجعه هست. خطر اینها به مراتب و به مراتب از حرفهای ابن تیمیه، احسان الهی، زهیر، دکتر بخاری و امثالو بیشتره. زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که زندگی خود را فدای اسلام کردند. خداوند نیز صدق و پاکدامنی آنان را تایید نمود و لقب بزرگ مادران مؤمنان را به آنان عطا فرمود. لقب مادران مؤمنان برای همیشه نشانه‌ای بر ایمان حقیقی زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی ماند. عایشه ام المؤمنینشون، خب چند سال زن پیغمبر بوده؟ 20 سال، 10 سال، 5 سال، 2 سال، 1 سال. توهین به زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم زیر شعار وهابیت و در جلسات نقد مذهب ساختگی وهابیت و از طرف کسانی که ادعای مبارزه با وهابیت را دارند نشانه واضحی است بر فریبکاری هایی که در زیر این شعار دروغین نهفته است. ببینید واقعا مشکل اساسی وهابیت و کلن برخی مذاهب اهل تسنن هم هست. مقام رسول اکرم چون در مسئله ابتدای و احادیث از عایشه نقل کردن و پیامبر شناسی عایشه که باعث شده که سنی ها وهابیت اسفند رسول اکرم نشناختن، پیامبر شناسی عایشه که باعث شده که سنی ها وهابیت اسفند رسول اکرم نشناختن. خیلی ممنون و خیلی سپاسگزار از آقای دکتر. محبت به علی، حسن و حسین با عایشه چطور جمع میشه؟ امروز سرمایه دارای جامعه ما دختراشون کنیز زهران یا کنیز عایشه؟ امروز دخترای سرمایه دار جامعه ما کنیز کیان؟ شاگرد کیان؟ شاگرد فاطمه؟ شاگرد زینبن؟ یا وقتی بابات مالدار شد، باغدار شد، ثروتمند شد، پولدار شد، دور همه چیز باید خط بکشید چه خبره بابات مال داره؟ عن انس رضی الله عنه قال قیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من احب الناس الیک؟ قال عائشه. قیل من الرجال؟ قال ابوها. اخرجه الترمذی و صححه الالبانی.